پنل ترانسفورم. پنل ترانسفورم دارای خصوصیاتی از قبیل طول، عرض، مقدار چرخش و تغییر زوایای افقی عمودی اشکال درون پروژه است. من اگر روی این مستطیل کلیک کنم، در پنل ترانسفورم قسمت اول و قسمت اسکیل واید میتونم پهنای این شکل را تغییر اندازه بدم. در قسمت اسکیل هی من میتونم طول و درازای این شکل را تغییر اندازه بدم. برای اینکه بتونیم به این دو مقدار به صورت دستی هم عدد بدیم، روی این عددها دبل کلیک میکنیم و به صورت دستی میتونیم عدد بدیم. مثلا من اینجا عدد 150 رو میدم و اینتر میزنم. گزینه کانسترین که به صورت یک زنجیر شکسته هست، وقتی که روش کلیک میشه با تغییر اندازه یکی از این مؤلفه ها مؤلفه دیگه هم تغییر میکنه و برای تغییر دقیق تره اندازه جسم به کار برده میشه. قسمت ریست برای بازگرداندن مقدار این دو مؤلفه به حالت پیش فرض، یعنی 100%. قسمت بعدی یا روتیت برای چرخش شی به کار برده میشه که ما اونا میتونیم هم از سمت راست و هم از سمت چپ حول محور مرکزی شکل چرخش داشته باشیم. قسمت اسکیپ شکل ما را از نظر افقی و عمودی تغییر زاویه میده. قسمت اول که از نظر افقی هست، شکلمون را از نظر افقی تغییر زاویه میده که اگه ما از بالا به این شکل نگاه کنیم، قسمت قرمز رنگ را مشاهده میکنیم، یا از پایین مثل یک جسم خوابونده شده روی یک سطح میشه. ولی اگه قسمت عمودی را تغییر اندازه بدیم، مثل یک اعلامیه‌ای میشه که روی یک دیوار وصل شده. یعنی ما از سمت چپ و راست اگه به این جسم نگاه کنیم، قسمت‌های قرمز رنگ را می‌بینیم. قسمت 3D روتیشن برای اجسام سه‌بعدی کاربرد داره که ما بتونیم از نظر مختصات X, Y, Z اون جسممون رو بچرخونیم. همچنین 3D Center Point که این قسمت چون جسم ما دو بعدیه خاموشه و برای جسمهای سه بعدی کاربرد داره. قسمت بعدی Duplicate Selection and Transform. این قسمت وقتی که من میام مستطیلم را خصوصیات ترانسفورمش رو تغییر میدم، مثلا روتیتش رو میکنم 15، وقتی این قسمت رو میزنم یک شکل دومی با خصوصیات ترانسفورم دو برابر ایجاد میکنه. شکل اول ترانسفورم روتیتش 15 بود، شکل دوم 30. و قسمت ریموف ترانسفورم هم برای بازگرداندن تمامی خصوصیات ترانسفورم به حالت اوله. وقتی من میزنم میبینی که روتیتش صفر میشه. حالا اگه من این جسم را وایدش را 200 کنم و داپلیکیت رو بزنم، ببینید یک جسم با واید 400 ایجاد میشه و من با گزینه ریموف ترانسفورم اون رو به حالت اول که 100 بود برمیگردم.